اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته بامداد تهران است، تا 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه. درود بر همراهان چشم‌انداز بامدادی در بامداد چهارشنبه 21 اسفند 11 مارس. داریوش رجبیانم. قرنطینه مناطق، شهرها و حتی کشوری در اروپا به دلیل تاخت و تاز ویروس کرونا. موضوع اول برنامه ما امروز همین است. بیش از 8000 مبتلا و 291 جان باخته در ایران. چه راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس وجود دارد؟ خواهیم پرسید. صدور دستور آزادی 5000 زندانی طالبان در افغانستان، در حالی که تا چند روز پیش رئیس جمهور افغانستان مخالف این طرح بود. گفتگو خواهیم کرد در این باره، هم از انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا برای مصاف ریاست جمهوری هم خواهیم گفت و از موضوعهای بسیار دیگر. پیش از همه خبرهای جهان از محمد صباحی، تهیه کننده برنامه امروز. درود و روز روزگارتان خوش. کرونا همچنان جهان را در می نوردد. ایتالیا روز گذشته بدترین روز خود را با بیشترین تعداد مرگ با 128 جان باخته پشت سر گذاشت. در آمریکا هم گارد ملی به حومه نیویورک فرستاده شد تا به پاک کردن معابر و فضاهای عمومی کمک کند و بین ساکنان منطقه نیوراچل مواد خوراکی پخش کند. ترکیه هم مشاهده اولین مبتلا به ویروس کرونا را گزارش داده. در ایران، مسئول پزشکیان نایب رئیس مجلس گفته رهبری ایران حسن روحانی رئیس جمهور را شخصا به ریاست ستاد مقابله با کرونا منصوب کرده. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تا روز سه‌شنبه 30 اسفند 291 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در همین حال عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیمای ایران به نقل از وزیر بهداشت گفته که بیماری کووید 19 تا 20 فروردین به اوج خودش در ایران میرسد. این و خود جناب آقای وزیر در شورای امنیت ملی توضیح دادن که اگر همه چیز خوب جلو بره 20 فروردین به قله میرسیم و شروع میکنیم افت کردن و دو ماه بعدم هنوز درگیر. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با نگران کننده خواندن گزارش‌ها درباره شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران از این کشور خواسته تا زندانی‌های آمریکایی را به سرعت آزاد کند. باقر نمازی و پسرش سیامک از جمله شهروندان ایرانی آمریکایی هستند که در ایران زندانی شدند. مایکل وایت، نظامی سابق آمریکایی هم که برای یک سفر شخصی به ایران رفته بود، نیز یک زندانی دیگر آمریکایی در این کشور است. خشایر جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواسته تا بر اساس اصول بشردوستانه تمام آمریکایی‌هایی که به گفته او به اشتباه بازداشت شده اند را آزاد کند. به گفته آقای پومپئو، با گسترش ویروس کرونا در زندان‌های ایران، حبس این افراد مغایر با کرامت انسانی است. آقای پومپئو همچنین از کشورهای دیگر خواسته تا اعطای کمک‌های بشردوستانه به ایران را به اقدام متقابل این کشور و آزاد کردن زندانی‌های خارجی و دو تابعیتی مشروط کنند. و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان یک روز پس از مراسم تحلیف دستور رسمی برای آزادی 5000 زندانی طالبان را صادر کرد. این یکی از شروط اصلی توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان بود که هفته گذشته به امضای طرفین رسید. اما آقای غنی همان موقع ضمن مخالفت با آن گفته بود که هیچ کس نمیتواند دولت افغانستان را مجبور به چنین کاری کند. او گفته بود آزادی این حجم زندانی زمانبر و نیازمند مرحله بندی است. در بامداد چهارشنبه 21 اسفند 11 مارس به چشم‌انداز بامدادی بی بی سی خوش آمدید. درود بر یکایی که شما و وقت شما بخیر هر جای دنیا که هستید. از همین آغاز برنامه پوزش میخوام به دلیل ایراد فنی امروز برنامه ما در فیسبوک پخش زنده نداریم، اما همچنان میتوانید از راه‌های دیگر که اعلام خواهد شد دیدگاه خود را برای ما بفرستید. داریوش رجبیان، امیدوارم زمان به کامتان باشد در روزگاری که کرونا زمانه را بر کام بسیاری تلخ کرده. در ایالات متحده آمریکا
آمریکا فرماندار نیویورک اعلام کرده که از فردا پنجشنبه برای 2 هفته همه مدارس و کلیساها در نیوروشل، منطقه‌ای در شمال نیویورک که کانون شیوع ویروس کرونا در این کشور به شمار می آید، بسته خواهد شد. اندرو کوامو گفت که برای کمک به اکیپ‌های پزشکی گارد ملی آمریکا بسیج خواهد شد. ساختمان‌های سازمان ملل متحد در نیویورک که درهای خود را به روی بازدید کنندگان بسته اند و در سراسر آمریکا بیش از 660 مورد ابتلا به ویروس کرونا به ثبت رسیده. اینجا در اروپا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که در اتحادیه اروپا همه تمهیدات لازم برای مقابله با اثرات ویروس کرونا انجام شده. و از دولت اسلوونی انتقاد کرده که مرزهایش با ایتالیا را بسته و همینطور از اتریش که محدودیت‌های شدیدی برای سفر به ایتالیا اعمال کرده. پیش از اینکه به وضعیت کرونا در ایران بپردازیم، با مهرنوش پولزیایی در واشنگتن ببینیم که شیوع این ویروس دنیا رو به چه حال و روزی افکنده. اندرو کومو فرماندار نیویورک منطقه‌ای را به مساحت 1 مایل در اطراف شهری در شمال نیویورک، منطقه آلوده و تحت حصر هدفمند اعلام کرده. ایالت نیویورک با 173 مبتلا به ویروس کرونا بالاترین تعداد مبتلایان در کل آمریکا را دارد. 108 نفر از مبتلایان در منطقه وستچستر قرار دارند که نیوروشل منطقه محصور اعلام شده را نیز در بر می‌گیرد. فرماندار نیویورک گفته مدارس و محل‌های اجتماعات تجاری در نیوروشل که جمعیتی بیش از 70,000 نفر دارد برای 2 هفته تعطیل خواهد بود. قرار است مقام‌های محلی در بیمارستان این شهر مرکز تست کرونا دایر کنند. با این حال فروشگاه‌های مواد غذایی همچنان می‌توانند به فعالیتشان ادامه دهند و رفت و آمد مردم و خودروها نیز محدود نخواهد بود. در همین حال سازمان تجارت جهانی بعد از مشخص شدن ابتلای یکی از کارکنانش به ویروس کرونا تمام جلسات خود را تا روز 20 مارچ یعنی 10 روز دیگر لغو کرده. هزاران پرواز در سراسر جهان لغو شدند و اکثر دانشگاه‌های مهم آمریکا مثل کلمبیا، هاروارد، پرینستون و براون کلاس‌های خود را محدود به کلاس‌های غیرحضوری و آنلاین کردند. در آمریکا تعداد مبتلایان تایید شده در این کشور به 804 نفر رسیده و 29 نفر نیز بر اثر ابتلا به ویروس در این کشور جانشان را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه برای گفتگو درباره مقابله با تبعات اقتصادی کرونا با رهبران حزب جمهوری‌خواه در کنگره دیدار کرده، پیشنهاد داده مالیات بر درآمد کارکنان را حذف کنند. پیشنهادی که بر اساس گزارش‌ها چیزی حدود 800 میلیارد دلار بودجه لازم دارد و احتمالاً هر دو حزب با آن مخالفت خواهند کرد. منتقدان آقای ترامپ میگویند او برای اینکه در آستانه انتخابات خود را رئیس جمهوری موفق جلوه دهد، وخامت بحران کرونا را کم رنگ جلوه داده است. آقای ترامپ روز دوشنبه در حساب توییتریش نوشته بود سال گذشته 37,000 نفر در آمریکا بر اثر آنفلانزای معمولی جان دادند و وضع در آمریکا عادی است. او روز سه‌شنبه هم در برابر خبرنگاران گفت همه چیز خوب است و ویروس به زودی از میان خواهد رفت. در همین حال ایتالیا مرگبارترین روز خود را در ارتباط با ویروس کرونا پشت سر گذاشته و با 168 نفر تلفات در 24 ساعت گذشته بیشترین تلفات اعلام شده در طی 1 روز در بحران کرونا در این کشور بوده. کرونا در جهان گزارشی بود از مهرنوش پورزیایی. و اما در ایران آمار کرونایی که دیروز رسما اعلام شد 8024 مبتلا و 291 جان باخته بود. در میهال جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از اینکه ایران با وجود شیوع ویروس کرونا به حبس زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد عمیقا ابراز تأسف و نگرانی کرد و خواهان آزادی موقت آنها شد. در تحولی دیگر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ایران میگوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاده بوده گفته است که حسن روحانی رئیس جمهور شخصا ریاست ستاد مقابله با کرونا را بر عهده بگیرد. تازه های کرونا ایران را در گزارشی از فرین عاصمی بشنویم و ببینیم. وضعیت در کاشان و آران و بیدگل خوب نیست. قرار است از ورود ماشین‌های غیر بومی و سفرهای غیر ضروری به این دو شهرستان جلوگیری شود. در نیشابور هم وضعیت قرمز است. حمید گرمابی نماینده این شهر در مجلس گفته نیشابور 2 بیمارستان دارد و تاکنون 110 نفر در این شهر به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند.
حالا در اصفهان هم نگرانی‌های درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا وجود دارد. سخنگوی شورای شهر اصفهان میگوید مسئولان دانشگاه علوم پزشکی این استان گفتند ورودی‌های اصفهان باید بسته و مراکز مختلف شهر و بازار تعطیل شود. او رئیس جمهور و استاندار را مسئول جان شهروندان اصفهان دانسته. اما بر اساس آمار رسمی که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر شده تا ظهر سه‌شنبه تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 8042 نفر رسید. 291 نفر هم جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار 2731 نفر هم تاکنون بهبود پیدا کردند. آمار غیررسمی و منابع محلی نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار وزارت بهداشت است. آستانه تصمیم رفت. در حالی که محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته مراکز درمانی این نهاد برای مقابله با کرونا آمادگی کامل دارند، در روزهای گذشته خبرهایی از نبودن تخت کافی برای بیماران و کمبود امکانات برای رسیدگی به مراجعه کنندگان به بیمارستان ها منتشر شده. اسدالله عباسی نماینده رودسر گفته امکانات درمانی در استان گیلان برای ساکنان آن هم فراهم نیست و بیمارستان رودسر دستگاه اکسیژن و سیتی اسکن ندارد و حتی دستکش و ماسک را هم مردم به بیمارستان هدیه می کنند. گفتم آقای مطمئنی الکله؟ بله، 75% الکله. در این میان بعضی هم برای ضد عفونی به الکل تقلبی روی آوردند. رئیس کل دادگستری خوزستان از دستگیری 5 نفر از کسانی که آنها را عوامل مسمومیت الکلی در خوزستان مینامید خبر داده. در روزهای گذشته 270 نفر در خوزستان به دلیل مصرف الکل تقلبی به بیمارستان ها مراجعه کردند. 36 نفر آنها جان خود را از دست دادند و حال بعضی از آنها وخیم است. خیلی ها این روزها در قرنطینه خانگی هستند یا برنامه سفر و کارهای روزانه خود را تعطیل کردند. اما بعضی هم ناچارند در مکانهای عمومی و سر کار خود حاضر شوند. بشنویم از خانمی که در ایران وکیل دادگستری است. الان من مجبورم به عنوان وکیل دادگستری دادگاه هامو شرکت کنم. با این شرایطی که هر روز هشدار میدن، میگن برای کرونا خونه خارج نشیم. نگرانم. دار بخور. دستفروشان، کارگران روزمزد و افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند از جمله افرادی هستند که این روزها امکان قرنطینه کردن خود را ندارند، مثل شرکت نیشکر هفت تپه. هم شهریان محترم، توجه بیماری کرونا را جدی بگیرید. جهت سلامتی خود و خانواده خود لطفا در منزل بمانید. در بسیاری از شهرها ساعت کار ادارات کم نشده، تا جایی که محمد رضا نجفی نماینده تهران عادی کردن ساعت کار ادارات را کاملا غلط دانسته و گفته چطور بدون تعطیل کردن اداره ها از مردم می خواهید که در خانه بمانند. او همچنین گفته وزیر بهداشت باید قاطعانه در برابر فشارها ایستادگی کند و به عنوان دبیر ستاد ملی به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه دستور تعطیلی محاکم و ادارات را ابلاغ کند. کمتر از 10 روز به عید نوروز مانده، عیدی که امسال نشان کمرنگی از آن در خیابان‌ها و کوچه‌ها دیده می‌شود. بیشتر استان‌های ایران هشدار دادند مسافران نوروزی را نخواهند پذیرفت. به نظر می‌رسد چاره فعلا ماندن در خانه است. چاره ماندن در خانه است. گزارش بود از فرین عاصمی. در این باره تلاش می‌کنیم که با یکی از کارشناسان این موضوع صحبتی داشته باشیم و پیش از اینکه سراغ سایر خبرهای کرونایی ایران را بگیریم، این خبر مرتبط از افغانستان را هم بخوانم که وزارت بهداشت افغانستان میگوید با شناسایی 2 بیمار مبتلا به کرونا در استان شمالی سمنگان و 1 مورد دیگر در هرات، شمار مبتلایان شناسایی شده در این کشور به 7 مورد رسیده. وحید مایار سخنگوی این وزارتخانه به بی بی سی گفت که 2 بیمار مبتلا به کرونا در سمنگان در ایران دانشجو بودند. و حالا چند خبر دیگر از ایران با علی همدانی. علی اکبر رضایی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید رضا رحمانی وزیر صنعت ایران که به علت ابتلا به کرونا و عوارض شیمیایی بودند در بیمارستان بستری شده بود، ترخیص شده و دوران نقاهت را در منزل می‌گذراند. آقای رضایی به فارس گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از جانبازان جنگ ایران عراق بوده که ریه‌اش به دلیل شیمیایی بودن دچار مشکل است. مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با انتشار توییتی خواستار آزادی تمام فعالان محیط زیست در ایران شده است. او نوشته از اینکه یکی از فعالان محیط زیست زندانی در میان شمار بزرگی از زندانیان که به طور موقت به دلیل شیوع ویروس کرونا آزاد شده است، آرامش یافته.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد 99 به تعویق انداخته. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته این مجمع در پاسخ به استفساریه مجلس با تفسیر مصوبه خود مهلت تسویه را 3 ماه تمدید کرده. مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ایران را با دستورالعمل بانک مرکزی آذر امسال تصویب کرده بود. و هواپیمای جمهوری اسلامی ایران هما گفته که پروازهای این شرکت به اروپا از امروز از سر گرفته خواهد شد. این شرکت هواپیمایی گفته که تمامی پروازها به جز 3 مسیر وین، استکهلم و گوتنبرگ از سر گرفته شده. ایرانر یک شنبه 8 مارس از تعلیق تمام پروازهایش در مسیرهای اروپایی خبر داده بود. به نوشته خبرگزاری دولتی ایران، این سازمان هواپیمایی در اطلاعیه‌اش نوشته که با توجه به محدودیت‌هایی که به دلیل نامعلوم از سوی اروپا بر پروازهای هما اعمال شده، این تصمیم اتخاذ شده بود. دبیر انجمن شرکت هواپیمایی ایران به ایسنا گفته بود که اروپایی‌ها مقرراتی را برای انجام پروازهای مسافرتی و باری به مقاصد مختلف وضع کردند و اجرای این قوانین و مقررات به داشتن نرم‌افزارهای مشروط شده که این نرم‌افزارها به طور انحصاری در اختیار آمریکاست و آمریکا آن را به ایران نمی‌دهد. بله، این خبر کوتاه هم که از ایران شنیدیم باز هم تا حد زیادی مربوط به کرونا بود. به همین منظور هم گفتگویی خواهیم داشت با کارشناس این موضوع، محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی از واشنگتن. درود بر شما، شب شما در آمریکا بخیر آقای امان. در واقع ما پیشتر در این باره صحبتی داشتیم، در واقع گزارشی پخش شد که میگفت که چاره کار ماندن در خانه است. به نظر شما چاره کار چیه؟ چطور میشه جلوی این ویروس همه‌گیر رو گرفت؟ ما اطلاعاتمون درباره این ویروس خیلی محدوده، اما با توجه به اونجوری که میدونیم، به نظر شما بهترین کاری که دولت‌ها به ویژه دولت ایران میتونه انجام بده در راستای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا چی هست به نظر شما؟ بله، این بهترین کاری که میشه کرد اینه که به تجربه موفقی که تا به حال وجود داشته نگاه بکنیم. تجربه موفقی که در چین بوده، که در کره، کاری که دو کشور کردن قرنطینه رو به صورت خیلی خیلی جدی اعمال کردن و البته مردمشون هم با به اصطلاح مسئولین خوب همکاری کردن در این زمینه. این یه نکته اولش. نکته دومش این بود که هم چین هم کره با سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌المللی و از جمله سازمان CDC آمریکا خیلی از نزدیک همکاری کردند، اطلاعات رد و بدل کردند و این دو تا نکته رو اگر که رعایت بکنند، این رمز اصلی جلوگیری از گسترش اپیدمی هست. الان در سطح کلان باید اون شهرهایی که درش نمونه های ابتلا به بیماری کرونا هست که بیشتر شهرهای ایران الان احتمالاً شامل میشه، اینا همه قرنطینه بشن. ارتباط ها بین شهرها باید کم بشه، تردد گرد همایی ها به حداقل رسونده بشه یا کاملا قطع بشه، مدارس باید تعطیل بشن و اماکن عمومی برنامه هاشون رو باید قطع بکنن. مردم باید سعی کنن تا حد تل امکان توی خونه باشن. یک سری کارهایی ضروری هست که نمیشه ولی حداقل باید رسید. دکتر امانی، یه چیز جالب براتون بگم. سوالی که این روزها احتمالاً در ذهن همه مطرح میشه اینه که اوج این بیماری کی فرا میرسه که بعد از اون بتونیم به فروکش کردن و پایان دادن به این موضوع فکر بکنیم. اونطور که از قول وزیر بهداشت ایران نقل شده، ظاهراً اوج یا قله این بیماری چنانچه همه چیز خوب پیش بره 20 فروردین خواهد بود. میشه توضیح بدین که این تاریخ از کجا میاد؟ چطور میشه به چنین نتیجه گیری برسیم؟ بله، ببینید، پیشبینی نقطه اوج اپیدمی، یعنی نقطه ای که از اون به بعد دیگه تعداد موارد جدید در روز شروع به افول میکنه، یه کاری که به حال بعضی از ریاضیدانان و یا اپیدمیولوژیست ها میتونن بشینن یه مدل درست بکنن براش پیشبینی کنن. این پیشبینی ها زیاد فایده ای نداره الان. برای سیاست ریزی کلان ممکنه که فایده داشته باشه، ولی اینکه بیان به مردم اعلام بکنیم یک تاریخ رو بگیم تا اون موقع این به اوج میرسه، به نظر من کار غیر مسئولانه‌ای هست، چون که عواملی که دخیل هستن در این پیشبینی عوامل متعددی هستن که پیش استراب به درستی شناخت شده نیست تاثیر گذارش. مثلا اینکه تا چه حد مطلب قرنطینه به طور جدی رعایت میشه، هم از طرف مسئولین هم از طرف مردم تا چه حد اعتماد داشته باشن به مسئولین، مردم تا چه حد جدی بگیرن،
تا چه حد خودش چیزهای بهداشتی رو رعایت بکنن، و از طرف دیگه یه سری ویژگی های ویروس که مثلا تا چه حد افرادی که علائم بیماری رو نداشته باشن بتونن ویروس رو منتقل کنن. چون این فاکتورها کاملا شناخته شده نیست، پیشبینی هم یه پیشبینی خیلی دقیقه و بر صورت در اون عملکرد مردم هم اونچنان تاثیر نداره که ما بگیم یک تاریخ به این دقتی که گفتن تعیین کنیم بگیم این در اون زمان به اوجش میرسه، اثر بخشی به اون صورت نداره برای مقابله با اپیدمی. آقای دکتر رحمان، خیلی خوشحالم که کارشناس مثل شما رو داریم که این پرسشی رو که بسیار از مخاطبان ما مطرح کرده بودن در طول این چند روز گذشته و امروز هم همینطور، که اگر کسی مبتلا به کووید 19 شده باشه و دوره نقاهت و بیماری رو طی کرده باشه، درمان یافته باشه، آیا امکان داره که دوباره این ویروس رو بگیره یا پادتنی در بدنش پدید اومده که مانع از ورود دوباره کرونا میشه؟ گزارشی بود از چین که نشون میدادش که یه تعداد افرادی که یه اقلیتی از کسانی که مریض بودن تو بیمارستان بودن، بعد خوب شدن رفتن خونه، بعد از یه هفته دیگه اومدن برای چکاپ، باز دوباره ویروس توی گلوشون پیدا شده، یعنی تستشون مثبت شده. البته اینا هیچ کدومشون علائم بیماری دیگه نداشتن. بعد از اینم گزارش دیگه ای نیومد دنبال این. در حال حاضر به نظر میاد این مواردی هم که هست مواردی هست که همیز دارن دوره نقاهت رو عملا طی میکنن و این مدار طول میگشه تا ویروس از بین بره. تا حالا مورد اینه که یک نفر ویروس رو بگیره و بعد دوباره به همون ویروس دچار بشه و مریض بشه، یعنی علائم بالینی داشته باشه، تا اونجا که من اطلاع دارم پیش نیومده. ولی به احتمال خیلی زیاد افرادی که بیمار میشن ایمنی پیدا میکنن و برای یه مدت حداقل در مقابل بیماری مصون هستن. امکان اینکه دوباره اومدنش رو فقط از این جهت باید جدی گرفت که اگر که ویروس برای یه مدت طولانی تری بعد از بهبود بمونه در بدن، حداقل در بدن بعضی ها بمونه، ممکنه این امکان انتقالش رو فرد دیگه داشته باشن. برای همین باید احتیاط رو حتی بعد از بهبود هم رعایت کنن. محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی در واشنگتن آمریکا، سپاسگزارم از حضور شما در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی و همینطور خوشحالم که در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی شما را همراهی میکنم. مخاطبان برنامه، بینندگان، شنوندگان و ضمن اجرای برنامه چشمم به پیام های شما هم هست، چه از طریق تلگرام و البته نمیتونم بگم چه پای پخش زنده برنامه زنده در واقع در فیسبوک بی بی سی فارسی، که امروز متاسفانه به دلایل و اشکالات فنی متاسفانه پخش زندگی چشم‌انداز بامدادی در فیسبوک نداریم، ولی از طریق تلگرام و همینطور از طریق ایمیل bamdadi@bbc.co.uk و همینطور پیامگیری 2044-370-412-2222 گوش به زنگ و چشم به راه پیام های شما هستم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما bamdadi@bbc.co.uk 2044-370-412-2222. و اما خبر امیدوار کننده اقتصادی زیر سایه کرونا این است که سه شاخص اصلی بازار سهام آمریکا با بیش از 4% صعود بسته شد، آن هم یک روز پس از بیشترین میزان کاهش بعد از بحران مالی 12 سال پیش. تحلیلگران امور مالی میگویند که پیش بینی ارائه انگیزه های مالی دولتی بازارها را به حالت عادی برگردانده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در دیدار با سناتورهای جمهوری خواه برنامه محرک های مالی برای مقابله با کرونا را بررسی کرد. در این باره گفتگویی خواهیم داشت، در واقع تلاش خواهیم کرد که گفتگویی داشته باشیم با یک تحلیلگر اقتصادی موضوعات. و اما تازه های کرونا در اینجا هم این رو هم بگم که یک معاون وزیر بهداشت بریتانیا آزمایش کرونا داده که مثبت از آب در اومده. نادین دوریس گفته که خودش رو در خونش ایزوله کرده و متخصصان دارن تلاش میکنن که دریابند او چطور به این ویروس گرفتار شده. او روز پنجشنبه گذشته در یک ضیافت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا حضور داشت. تا کنون ویروس کرونا جان 6 تن رو در بریتانیا گرفته. و حالا دیگر باره ایران، روزنامه های صبح امروز تهران با فرشته غازی روزنامه‌نگار آزاد در آتلانتا آمریکا.
بررسی روزنامه‌های تهران رو امروز شروع می‌کنیم. با کرونا رو جدی بگیرید از فرهیختگان در بحران کرونا چه باید کرد آقای رئیس جمهور از شرق و کرونا مکمل تحریم از جوان که بیشتر این مطالبی که انتخاب کردین خانم قاضی دیدگاه انتقادی داره از دولت انتقاد کرده. مثلا روزنامه فرهیختگان میگه که انگار وضعیت بی‌دولتیه و رئیس جمهور کجاست در مطلب کرونا را جدی بگیرید چه میگه دقیقاً؟ دقیقاً همونطور که اشاره کردید علی جمشیدی در این روزنامه نوشته که اگر فقط 20 روز دیگه وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه، صرف نظر از فرو ریختن افکار عمومی و تشدید بی‌اعتمادی به مسئولین، باید شاهد بی‌سابقه ترین آمار تلفات هم باشیم. آقای جمشیدی نوشته که در روزهایی که افکار عمومی نیاز به پمپاژ روحیه و امید داره و حتما این وظیفه بیش از هر فرد دیگری بر عهده رئیس جمهوره، حسن روحانی کمترین حضور و کنش اجتماعی رو داره و اساسا نه تنها از دید مردم دور مونده که این سوال برای همه ایجاد شده که روحانی کجاست، صرف نظر از این که امروز نیاز رئیس جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور با مردم سخن بگه، به اونها امید بده، گزارشی از اقدامات مهم و بزرگ دولت ارائه کنه و اگر مطالبه ای هم از اونها وجود داره در جریان همین گفتگو مطرح بشه. شاهدیم که حتی همون اظهار نظرهای محدودی که گاهی در جریان جلسات مختلف از صدا سیما پخش میشد هم وجود نداره. روزنامه شرق هم رئیس جمهور رو خطاب قرار داده و میپرسه در بحران کرونا چه باید کرد آقای رئیس جمهور، با چه جزئیاتی؟ کیومرث اشتریان به شدت انتقاد کرده از دیپلماسی عمومی وزارت خارجه که معتقده به طرز شگفت‌انگیز این روزها غیر فعاله و نوشته که این بزرگترین فرصت برای اعمال فشار رسانه‌ای بر آمریکاست تا بتونیم از دارایی‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی برای خرید تجهیزات مورد نیاز پزشکی بهره برداری کنیم. نقطه اتکای دیپلماسی عمومی هم باید این باشه که اگه آمریکا راست میگه، بگذاره از محل دارایی‌های بلوکه شده خودمون خرید بکنیم. روزنامه جوان کرونا رو گذاشته کنار تحریم‌های آمریکا و میگه کارکرد کرونا با تحریم‌های حداکثری آمریکا یکیه. استدلالش چیه؟ عبدالله گنجی مدیر مسئول این روزنامه معتقد مهمترین ویژگی مشابه کرونا با تحریم‌های حداکثری آمریکا فراگیری یا در برگیرندگیشه. فقط تحریم و کرونا هستن به اعتقاد آقای گنجی که 80 میلیون رو یک جا متاثر کردن. سیل، زلزله، تهدید نظامی یا فشار سیاسی و فرهنگی بخشی از مردم رو متاثر میکرد، اما تحریم اقتصادی و کرونا حزب اللهی و غیر اون و مذهب و قوم نمیشناسه و همه رو درگیر کرده. دومین ویژگی مشترک به اعتقاد مدیر مسئول روزنامه جوان کم رمق کردن کسب و کار و تولید و انسجام بازاره. هر دو باعث کندی چرخه اقتصاد و تولید میشن و هر دو از طریق فشار روانی خود رو نمایان میکنن. سومین ویژگی هم سخت شدن رفت و آمدهای بین المللیه. کرونا همونقدر ویزا رو بی اعتبار میکنه که همسویی برخی کشورها با تحریم کنندگان اون رو از خاصیت میندازه. بله. بازتاب کرونا در مطبوعات تهران از فشی قاضی شنیدیم و اینجا میتونم یکی دو پیام از شما رو بخونم. مثلا از ایتی که نوشته که من در مونترال کانادا زندگی میکنم، اینجا در فروشگاه ها و داروخانه های شهر ژل یا اسپری ضد عفونی کننده، یه دست و ماسک و دستکش یک بار مصرف و دستمال کاغذی توالت خیلی کمیاب شده، ولی جای تعجب داره که در سطح شهر به ظاهر همه چیز عادی است و مانند بقیه روزهای سال. من تنها در فروشگاه زنجیره هوم دپو ماسک پیدا کردم. این رو ایتی نوشته. امید میگه که اظهار نظرهای عجیب و غریب و بعضن متناقض رئیس جمهور ایران، وزیر بهداشت و متولیان امور نشان از سردرگمی و بی برنامگی آنها در مواجهه با کرونا بعد از گذشتن چندین هفته دارد. در بامداد چهارشنبه هستیم، 21 اسفند، 11 مارس. اینجا نگاهی تازه داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه در برنامه چشم‌انداز بامدادی ما. در ایالات متحده آمریکا فرماندار نیویورک اعلام کرده که از فردا پنجشنبه برای 2 هفته همه مدارس و کلیساها در نیوروشل، منطقه‌ای در شمال نیویورک که کانون شیوع ویروس کرونا در آمریکا است، بسته خواهد بود. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران در این کشور هم اکنون 8024 تن مبتلا به ویروس کرونا هستند و 291 تن
جان باختند. سه شاخص اصلی بازار سهام آمریکا با بیش از 4% صعود بسته شد. آن هم یک روز پس از بیشترین میزان کاهش بعد از بحران مالی 12 سال پیش. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک روز پس از مراسم تحلیف دستور رسمی برای آزادی 5000 زندانی طالبان را صادر کرد. و در آمریکا تلاش نامزدهای دموکرات برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر امسال دارد به مراحل روشن‌تری میرسد. تا اینجای کار به نظر میآید که جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا بخت بیشتری داشته باشد. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی چشم‌انداز بامدادی. خب این دو خبر آخری که گفتم از موضوعات اول نیمه دوم برنامه هست، هم از افغانستان و هم آمریکا. و آخرهای برنامه میرسیم به موسیقی از نوع غربیش. تو ناپدید بشی من هم پرپر میشم، این حس رو میشناسی، حتما میشناسی. ترانه دلانگیز از کریستین فرانسوی در میان پرفروشترین های موسیقی ایندی در بریتانیا تا حدود فکر کنم 19 دقیقه دیگر با ماست. باشی داست به کاویانی. و اما همان گونه که اشاره شد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک روز پس از مراسم تحلیف دستور رسمی برای آزادی 5000 زندانی طالبان را صادر کرد. این یکی از شروط اصلی توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان بود که هفته گذشته به امضای طرفین رسید. اما آقای غنی ضمن مخالفت با آن گفته بود که هیچ کس نمیتواند دولت افغانستان را مجبور به چنین کاری کند و اینکه از نظر او آزادی این حجم زندانی زمان بر و نیازمند مرحله بندی است. ولی ظاهرا به نظر میاد که اینطور نبوده. برای بررسی این موضوع بشیر بختیار همکارم از بخش برنامه‌های بی بی سی برای افغانستان در استودیو با ماست. اینجا بشیر، در حکم صادره از سوی آقای غنی که دیشب منتشر شد آمده که در مرحله اول آزادی 1500 زندانی از طالبان ظرف 4 روز آینده آغاز میشه و روزانه 100 زندانی طالبان پس از گذراندن مراحل اداری آزاد خواهند شد. اما این دقیقاً همون چیزی هست که آقای اشرف غنی همین چند روز پیش میگفت که نمیخواد انجام بده، میگفت که اینها رو باید مورد به مورد بررسی کرد. چه شد؟ بله دفعتاً واقعا منطقه بسیار زیاد جای شگفتی نیست که چرا آقای غنی یک بارگی نرمش نشان داد. یعنی تحلیلگران به این باور هستن که آقای غنی میفهمید که سرانجام مجبور خواهد بود که زندانیان طالبان را رها بکنه، اما نعم میخواست که در بازار سیاسی افغانستان یک اندازه چانه بزنه. خب چرا مجبور خواهد بود؟ یعنی فشار آمریکا است یا چیز دیگه است؟ بله طبعا ما میدانیم که یکی از مواد اساسی توافق که طالبا با آمریکایان امضا کردن آزادی 5000 سربازشان زندانیشان هستن که در زندانهای افغانستان هستن. اونا گفتن که شرط گذاشتن که باید این زندانیان پیش از آغاز روند گفتگوهای بین الافغانی باید آزاد شوند. در واقع مخالفت آقای غنی با رهایی زندانیا مذاکرات توافق امریکا و طالبان را در مراحل تطبیقیش با یک بنبست مواجه ساخته بود و چندین بار ما از مقامات امریکایی به ویژه از پامپیو، آقای مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا شنیدیم که گفتن که ما به هیچ کس اجازه نمیدیم که روند توافق ما را با به یک نحوه برهم بزنه یا مخالفت ایجاد بکنه، که در واقع عدم رهایی زندانیان یک مخالفت و یک چالش در برابر از این مسئله بود. و سرانجام فکر میکنم امی فشارهای امریکا تا اندازه سبب شد که آقای غنی نرمش نشان بده. ولی تحلیلگران یک دلیل دیگر هم اینجا یاد میکنن، اون ایست که در افغانستان ما شما دیدیم که مراسم تالیف دوگانه انجام شد و آقای غنی از این فرصت استفاده کرد. بعضا به باور هستن که حضور مقامات امریکایی من جمله سفیر ایالات متحده امریکا آقای خلیلزاد، اسکات میلر فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان در مراسم تالیف آقای غنی به این عنوان بود که ممکن آقای غنی به یک نحوه یک معامله را انجام داده باشه که خب شما اینجا تشریف بیارین که ما مشروعیت تالیف ما بیشتر شوه و ما در برابرش موافقت خواد کردیم که زندانیان رها شوند. خب باشه، دقیقاً اشاره کردی به موضوع این تحلیف دوگانه. ما در باره کشوری صحبت میکنیم که دو رئیس جمهور داره، در واقع دو مدعی رئیس جمهوری هستش. آیا آقای عبدالله هم با این موضوع موافق هست؟ آقای عبدالله رو ما در اظهاراتش
پیش از این مسائل مراسم تألیف شنیده بودیم که نرمش نشان داده بود، گفته بود که برای آغاز گفتگو یا برای آغاز روند صلح باید به یک نحوه تبادل اسرا صورت بگیره. یعنی پیش از پیش موافقت خود در این زمینه آقای عبدالله اظهار کرده بود، نرمش بیشتر داشت نسبت به آقای غنی در گذشته. آیا واکنش های دیگه هم بوده مثلا از سوی آمریکا یا کشورهای دیگه؟ زلمه خلیلزاد از صدور فرمان آقای غنی استقبال کرده، اما از طالبان خواسته که خشونتشان را در برابر نیروهای افغانستان کم بسازند و گفته که باید هر دو طرف فوراً در دوحه پایتخت قطر برن با هم بنشینن و مراحل نهایی از این مسئله را تنظیم بکنن. سپاسگزارم از بشیر بختیار، از همکارم از برنامه‌های بی بی سی برای افغانستان. درباره تحولاتی صحبت می‌کردیم که در واقع میشه گفت پیامدهای توافقنامه طالبان و آمریکا. حالا مستقیما به آمریکا برویم با یک موضوع کاملا متفاوت. در آمریکا تلاش نامزدهای دموکرات برای نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری نوامبر این کشور دارد به مراحل روشن‌تری می‌رسد. تا اینجای کار به نظر میاد که جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا بخت بیشتری داشته در تازه‌ترین انتخابات درون حزبی دماتی در 6 ایالت. به نظر می‌رسد که قرار است آقای بایدن رقیبش سناتور برنی ساندرز را در میسیسیپی، میسوری و میشیگان شکست بده. اینجا هم کرونا غایب نبود، البته به دلیل شیوع این ویروس آقایان بایدن و ساندرز گرد همایی‌های انتخاباتی خودشون رو در ایالت اوهایو لغو کردند. اما کسی که در این باره بیشتر میدونه همکارم هست، خشایار جنیدی، که حالا از واشنگتن آمریکا با ماست. خشایار، میشه از جزئیات این انتخابات درون حزبی برامون بیشتر بگی لطفا؟ بله، همونطور که اشاره کردی در سه شنبه روز گذشته در آمریکا در 6 ایالت رقابت درون حزبی برگزار شد. این ادامه رقابت هایی است که از 3 فوریه آغاز شده، بیشتر از یک ماه پیش. تا قبل از این در 18 ایالت برگزار شده بود و در این 6 ایالتی که برگزار شده تا به اینجا نتیجه 3 ایالت مشخص هست بر اساس نتایج اولیه که داریم. در میزوری، در میسیسیپی و در میشیگان جو بایدن جلو افتاده و برنده اعلام شده، به خصوص در ایالت میشیگان که آقای ساندرز و ستاد کارزار انتخاباتی او سرمایه گذاری زمانی و مالی زیادی کرده بودند برای تبلیغات، وقت زیادی رو اونجا گذرونده بودند و روش حساب میکردند. شکست آقای ساندرز در این ایالت خیلی ضربه محکمی بوده به کارزار انتخاباتی او. البته 3 ایالت دیگر، داکوتای شمالی و آیداهو و به خصوص ایالت واشنگتن در غرب آمریکا، هنوز نتایجشون اعلام نشده. گفته میشه در آیداهو تقریبا نتیجه به نفع آقای تا به اینجا به نفع آقای بایدن هست، نتیجهش اعلام نشده. در ایالت واشنگتن که یک ایالت پرجمعیتی هست و نظر امتیازی که از بابت برنده شدن در انتخابات درون حزبی مقدماتی در اختیار نامزدها میذاره، ایالت پر امتیازی هست. رقابت بین آقای ساندرز و آقای بایدن بسیار نزدیک گزارش شده تا به اینجا. خب شاید همونطور که خشایار جان گفتی، همین ارزیابی ها که از جلو افتادن جو بایدن از برنی ساندرز، تا کجا میتونه این ارزیابی قطعی باشه و سرنوشت نامزدها رو رقم بزنه؟ عملا امشب از این جهت اهمیت داشت که دیدیم که در یک ایالت مهمی مثل میشیگان که آقای ساندرز روش حساب کرده بود در 4 پیش در برابر خانم کلینتون، در اون ایالت هم برنده شده بود، این ایالت رو عملا از دست داده و این یک ضربه محکمی هست. منتها معلوم نیست که آقای ساندرز بخواد به این راحتی کنار بکشه، هرچند که اختلاف بین او و آقای بایدن امشب زیاد شد بعد از اینکه نتیجه 3 ایالت مشخص شده. یک شنبه قرار هست، آخر هفته قرار هست اینا یک مناظره تلویزیونی داشته باشند. برای اولین بار این مناظره بدون بیننده برگزار خواهد شد. تماشاچی در سالن محل مناظره به خاطر نگرانی هایی که از ویروس کرونا وجود داره. و هواداران آقای ساندرز خیلی امیدوارن که در این مناظره آقای ساندرز بتونه یک امتیازی رو بگیره، توجه بیشتری رو به خودش جلب کنه و در انتخابات درون حزبی که کماکان ادامه داره بتونه امتیاز بیشتری بگیره. منتها فاصله آقای بایدن و آقای ساندرز داره خیلی زیاد داره بیشتر میشه. بسیاری از شخصیت‌های مهم حزب دموکرات و بسیاری از کسانی که قبلا داوطلب نامزدی این حزب بودن در این دوره حمایت خودشون رو دارن از آقای بایدن اعلام میکنن و آقای بایدن امشب
در یک سخنرانی که انجام داد عملا در قالب فرد پیروز داشت صحبت میکرد و پیامی که داشت ارائه میداد پیام اتحاد بود بین هواداران حزب دموکرات با هدف شکست دادن آقای ترامپ در انتخابات پیش رو. آقای سندرز قرار بود یک سخنرانی انجام بده در شهر خودش در ایالت ورمانت، این سخنرانی رو کنسل کرد. شما به یک نکته اشاره کردی، من این رو تاکید کنم برش که هم بایدن هم سندرز قرار بود در کلیولند اوهایو سخنرانی داشته باشند شب سه‌شنبه، به خاطر نگرانی هایی که در مورد کرونا ویروس کرونا بود این رو لغو کردن. آقای بایدن بعدن در فیلادلفیا در یک فضای بازی در بین کارکنان کارزار انتخاباتی سخنرانی کرد. آقای سندرز هم قرار بود که یک سخنرانی داشته باشه در ورمانت که اون رو کنسل کردن به خاطر به هر حال نتایج امشب. البته علتش رو اعلام نکردن ولی مشخص است که علتش به خاطر نامطلوب بودن نتایج امشب هست. شاید آقای سندرز منتظر هست که نتیجه سه ایالت باقی مانده هم مشخص بشه و احیانا بعد از اون بخواد فردا یا روزهای بعد صحبت کنه. خشیر، خوشبختانه چند ثانیه دیگه هم فرصت داریم که به حزب حاکم آمریکا هم بپردازیم، آقای دونالد ترامپ، که البته موقعیت و وضعیتش خیلی روشن‌تر هست. کارزار انتخاباتی ترامپ در چه حالتی هست و چه جریانی داره؟ خب ببینید، همین رقابت‌های درون حزبی که به صورت ایالتی داره به صورت مقدماتی برگزار میشه با هدف تعیین نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری که 13 آبان برگزار میشه، مشابه این رو در بیشتر ایالت‌ها برای جمهوری‌خواهان هم داریم. بعضی ایالت‌ها کنسلش کرده حزب جمهوری‌خواه، ولی در بیشتر ایالت‌ها برگزار میشه و آقای ترامپ در این رقابت‌ها عملاً رقیب جدی و کسی که بخواد باش رقابت خیلی شایانی انجام بده رو نداره و همیشه در همه رقابت‌هایی که برگزار شده پیروز اعلام شده. امروز هم در ایالت‌هایی که جمهوری‌خواهان داشتند مانند آیداهو آقای ترامپ برنده شد. آقای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ هم یک بیانیه صادر کرد امروز در واکنش به رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها و به این نکته اشاره کرد که فرقی نمی‌کنه چه کسی به عنوان نامزد حزب دموکرات به گفته او برنده بشه، اعلام بشه، به هر حال برنامه انتخاباتی دموکرات‌ها برنامه سوسیالیستی خواهد بود. تا به اینجا بخشی از حزب دموکرات ابراز نگرانی می‌کرد که اگر برنی ساندرز که یک فرد چپگرا و پیشرو هست بخواد کاندیدای حزب دموکرات بشه، اون وقت خیلی ابراز نگرانی میکنن که ممکنه آمریکا به سمت سیاست‌های سوسیالیستی سوق پیدا کنه و به همین خاطر شانس پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری پایین میاد. ولی آقای ترامپ داره عملا میگه که فرقی نمیکنه چه بایدن چه که به عنوان یک شخص میانه رو و معتدل حساب میشه در بین دموکرات‌ها، چه بایدن و چه ساندرز، هر کدومشون بخوان که نامزد حزب بشن، به هر حال دموکرات‌ها دنبال یک سیاست سوسیالیستی هستن. داره سعی میکنه این نگرانی رو به فراتر از آقای ساندرز انتقال بده و بگه که آقای بایدن هم چنین سیاستهایی رو خواهد داشت. احیانا برای کسانی که نگران این سیاستها هستن و میخوان رأی بدن و دارن فکر میکنن، ولی با این حال تاکید کرد که دموکرات ها برنده نخواهند بود و این آقای ترامپ خواهد بود که به گفته کارزار انتخاباتی او پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. سپاسگزارم خشایار. با همکارم خشایار جنیدی در واشنگتن صحبت میکردم درباره انتخابات درون حزبی حزب دموکرات آمریکا. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید.
مرسی از شما که روزتون رو با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی شروع کردید. روزنامه صبح امروز تهران طبق انتظار کرونا باران. برگردیم به فرشته قاضی، روزنامه‌نگار آزاد در آتلانتای آمریکا. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با از مردم عقب نیفتید از ابتکار. کرونا در بزنگاه حکمرانی، از دنیای اقتصاد و در نهایت هم کرونا و سلامت زندانیان از اعتماد. و پس اولی در این بخش خانم قاضی از ابتکار هست، از مردم عقب نیفتید، که این روزنامه به وضعیت کرونا در ایتالیا و چین هم پرداخته و اون رو مقایسه کرده با ایران. نتیجهش چیه؟ همینطوره اشاره کرده به قرنطینه ای که در این کشورها صورت گرفته و اینکه در کشور ما اما این مردم هستن که جلوتر از مسئولین در شبکه‌های اجتماعی به هم توصیه میکنن در خونه بمونن یا حتی برای جلوگیری از ورود مسافران به شهرهاشون به طور عملی اقدام میکنن. جوبین صفاری در سرمقاله این روزنامه نوشته در واقع در نبود مدیریت بحران کارآمد این مردم هستن که حتی باید رو در روی هم قرار بگیرن تا از شیوع این ویروس جلوگیری بکنن. وقتی صحبت از قرنطینه قم شد گفتن این روش مربوط به جنگ جهانی اوله، در حالی که هیچ راهکار جایگزینی برای اون در نظر گرفته نشد. حالا که کرونا مسئولین رو هم درگیر کرده و مجلس رو به تعطیلی کشونده، باز هیچ دستورالعمل مشخصی برای سایر مردم و مهار این ویروس وضع نشد. کرونا در بزنگاه حکمرانی، مطلب بعدی روزنامه دنیای اقتصاد از آمارها در این مطلب گفته، آمارهایی که معتقده به درستی ارائه نمیشه، درسته؟ همینطوره. مسعود نیلی در سرمقاله این روزنامه معتقده که دولت ممکنه تصور کنه انتشار تحلیلی آمار فوت شدگان و مبتلایان مردم رو نگران خواهد کرد، اما واقعیت اینه که این نگرانی به صورت فراگیر همکنون وجود داره. ارقامی در فضای مجازی جایگزین ارقام رسمی شده و به اونها استناد میشه که همون نقش رو، یعنی در واقع نقش نگران کننده رو بدون داشتن هیچ پیامد مثبت ایفا میکنه. همراه کردن گروه‌های مؤثر در انتقال بیماری و گروه‌های آسیب پذیر به اعتقاد آقای نیلی از طریق نگران کردن واقعی و نه کاذب مردم امکان پذیر هست و چگونگی مواجهه با کرونا رو میشه یک بزنگاه حکمرانی دانست. نظام تصمیم گیری میتونه با انتشار صحیح و شفاف اطلاعات مربوط به کرونا هم اعتماد آفرینی کنه، هم به پیشگیری مقدم بر درمان نامعلوم کمک. و نهایتاً روزنامه اعتماد سراغ بحث زندانیان سیاسی رو گرفته، موضوعی که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم در امور ایران به اون پرداخته. و 4 نماینده مجلس به وزیر بهداشت در ایران نامه نوشتند خواهان مرخصی زندانیان سیاسی شدند. این روزنامه چه میگه در این باره؟ پروانه سلحشوری یادداشت روزنامه اعتماد رو نوشته که البته جز اون 4 نماینده ای که این نامه رو نوشتن نیست، اما اشاره کرده به همین نامه و نوشته که محیط زندان‌ها در شرایط عادی هم چندان به لحاظ بهداشتی در وضعیت مطلوب و قابل قبولی قرار نداره و با توجه به انتقال سریع و اپیدمی ویروس کرونا در صورت عدم توجه مسئولین قوه قضاییه مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد. از این رو رئیس قوه قضاییه باید نه تنها زندانیان سیاسی و محیط زیستی، بلکه تمام زندانیان رو با تدابیر قانونی به مرخصی بفرستد تا سلامت اونها تضمین شود. خانم سلحشوری نوشته که وضعیت زندانیان زن نظیر نرگس محمدی رو باید یادآور شد که با توجه به حبس‌های طولانی و افت سیستم ایمنی بدنشون در معرض خطر قرار دارن و بهتر قوه قضاییه اصطلاحاً گرهی که با دست باز میشه رو به دندون نسپره. خانم سلحشوری همزمان از اخذ وثیقه‌های سنگین برای مرخصی زندانیان هم به شدت انتقاد کرده و نوشته که اینها نشانگر ناکارآمدیه. اینم فرشته قاضی بود که نگاهی داشت به مطالب روزنامه‌های صبح امروز چاپ لندن. حالا نگاهی داشته باشیم به پیام‌های بیشماری که از شما رسیده. اونطوری گفتم فیسبوک ما امروز پخش زنده نداشت، ولی از طریق تلگرام مطالب بسیار زیادی پیام‌های دریافت شده از شما. علیرضا نوشته که متأسفانه در جمهوری اسلامی همه چیز سیاسی است. حاکمیت با این بلبشو و بی‌نظمی به وجود آمده به خاطر اپیدمی کرونا که خود عامل آن می‌باشد به نظر علیرضا، به نظر زیرکانه دارد زمینه‌ای برای امنیتی شدن کشور فراهم می‌سازد. عنقریب پای سپاه و بسیج و کمیته‌ها به خیابان‌ها باز خواهد شد و بگیر ببند به بهانه قرنطینه نمودن این موضوع صورت خواهد گرفت و از پس این یک جو حکومت نظامی به راه خواهد افتاد. این پیشبینی علیرضا است. البته
H نوشته که پزشکان اعلام کردن که ویروس کرونا دو نوع مختلف داره، L و S، که نوع اول خیلی تهاجمی بوده و ظرف 72 ساعت باعث مرگ میشه و نوع دوم ملایم‌تر و اکثرا بهبود پیدا میکنن، که منظورم در واقع فکر میکنم که S و L هست، یعنی اولی S و دوم L. و میگه پس نکات بهداشتی رو حتما باید رعایت کنیم که دچار این بیماری نشویم. این رو H نوشته و آخرش هم امضا کرده رزمجو. و ام جی نوشته که من در ارمنستان که هم مرز ایران است زندگی میکنم، برابر در واقع بنابر اطلاعاتی که از رسانه ها منتشر شده در این کشور فقط یک مورد مثبت وجود داشته و بیش از 1600 مورد مشکوک به کرونا آزمایششان منفی بوده است. و سامان نوشته که چه خوب بود که به جای جنگ بیولوژیک خواندن ویروس کرونا، دانشمندان و پزشکان ایران، آمریکا و اسرائیل به همکاری‌های نزدیک علمی و تکنولوژیک برای مهار و کنترل این ویروس می‌پرداختند. رضا نوشته از لس آنجلس که در لس آنجلس ماسک و ژل تمیزکننده نایابه و از طرفی من حتی یک نفر از مردم رو ندیدم که ماسک بزنه. توی بیمارستان‌ها اگه سرفه کنی و یک درجه تب داشته باشی، حتی بدون تست کرونا دو هفته نگهت می‌دارن. من سرفه دارم ولی سعی می‌کنم جلوی خودم رو نگه دارم. این رو رضا نوشته از لس آنجلس. پیام‌های بسیار دیگر هم داریم که اگر فرصت شد بهشون برمیگردیم. فعلا بریم سراغ رویدادهای ورزشی. رسانه‌های ایران اعلام کردند که امروز فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا نظر نهایی خودش رو درباره انتخابات فدراسیون فوتبال ایران اعلام خواهد کرد و اینکه آیا اصلاً اجازه خواهد داد که این انتخابات برگزار بشه یا نه. بشنیم که برداشت همکار ورزشی هم در واقع پوریا ژافره از این خبر چه بوده. اون شناختی که ما تا به حال از فیفا داشتیم اینجوری نیستش که اگر که یک درخواستی به فیفا نوشته باشن بگن که مثلا ما تا فلان تاریخ جواب شما رو میدیم. تقریبا میشه گفتش که خیلی واضح فیفا در نامه هایی که به فدراسیون فوتبال نوشت و این نامه ها از اونجا درز داده شد به مطبوعات ایران، گفته که با این اساسنامه فعلی قابل اجرا نیستش انتخابات و شاید افرادی هستن که منتظرن امروز رو نشونه بکنن برای اینکه بگن که فیفا همچین تصمیمی گرفته. نظر فیفا کاملا مشخصه، انتخابات در روز 25 اسفند نمیتونه برگزار بشه چون اساسنامه دارای مشکلات جدی هست و در مورد کمیته استیناف در مورد تایید صلاحیت نامزدها هم صحبت شده. خود نامزدها هم مشکلات زیادی دارن از نظر حقوقی، هر کدوم اونا رو که نگاه بکنید به نظر میرسه که از یک شرایط خاصی استفاده بردن که بخوان بیان وارد انتخابات بشن. و یکی از مسائلی که اساسنامه اشکال داره اصلا نوعی هستش که نامزدها اون 10 تا فرم رو از مجمع جمع میکنن. دیدیم که چند روز گذشته انتخابات فدراسیون دو میدانی هم برگزار شد که حرف و حدیث و جنجال بسیار زیادی داشت. حالا شاید دو میدانی به اندازه فوتبال زیر نظر نباشه، ولی که واقعا بعید به نظر میرسه که فیفا اجازه بده این انتخابات پیش برن طبق برنامه قبلی که برای 25 اسفند گذاشته بودن. حتی میشه گفتش که اون نظر وزیر ورزش مسعود سلطانی فر که شایعه ابتلا او به کرونا هم زیاد خونده شده این طرف و اون طرف، میتونه حتی مزید بر علت باشه که انتخابات طبق برنامه پیش نره. و حالا پوری از علی فتح‌الله زاده بگیم که از سمت مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال کنار رفته. جالب اینجاست که فتح‌الله زاده هفته پیش در مسابقه‌ای که با تلویزیون ایران داشت به هواداران استقلال قول داده بود که میخواد ستاره سوم یعنی قهرمانی در آسیا رو برای اونها بیاره، ولی با توجه به پرونده‌های سنگین به خصوص جرایم سنگین به خصوص پرونده وینفرید شفر مربی آلمانی سابق استقلال که 550,000 دلار بعد بهش پرداخت بشه، زمین رسه که هیچ کسی مایل نباشه توی این مقطع فعلی بیاد بخواد که سر و سامونی بده به این وضعیت. کلن فقط استقلال نیست، کل دستگاه فوتبال ایران، همینطور تیم پرسپولیس و تراکتور، بقیه هم درگیر این پرونده ها هستن. برهامی در تلگرام نوشته که جالب، فرهنگ ایران و ایتالیا است. اول هیچی رو باور نمی کنیم، بعد که باور می کنیم دیگه دیر شده. ولی فرقی که داریم اینه که دولت ما ایدئولوژیک برخورد می کنه، ولی اونجا حداقل دولت سعی می کنه شبیه اتحادیه اروپا رفتار کنه. ولی رئیس جمهور ما اولین کسی هست که در خانه بمانید را
رعایت کرد. این نظر برهامی بود. حالا رسیدیم به ایستگاه آخر چهارشنبه ها. در واقع موسیقی غربی، جدول پرفروش‌ترین های بریتانیا از شیداس به کاویانی. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. آهنگ We have all the time in the world از لوی آرمسترانگ. The love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way. خب هنوز به دنبال گلچین محبوب ترین آهنگ های فیلم های جیمز باند هستیم. آهنگ We Have All The Time In The World از ششمین فیلم باند هست به نام On Her Majesty's Secret Service از سال 1969. تنها فیلم باند که در اون نقش جیمز باند رو جورج لیزنبی استرالیایی فقط یک بار بازی کرد. موسیقی ساخته جان بری و ترانه از هال دیلی. بری خود آرمسترانگ رو برای خواندن ترانه انتخاب کرد. این زمانی بود که اون ناخوش بود و قادر به نواختن ترامپت نبود، ولی بری بر این باور بود که فقط آرمسترانگ قادر بود که عمق این ترانه رو بیان بکنه. آرمسترانگ در ترانه میخواند ما تمام وقت دنیا رو داریم، زمانی کافی برای زندگی، برای آشکار کردن همه چیزهای عزیزی که عشق در بر دارد. خب این هفته جدول آلبوم های ایندی. آلبوم لا ویتا نووا از کریستین اند د کوینز شماره 12 تازه وارد. آلبوم جدید یا بهتر بگیم مینی آلبوم جدید کریستین اند کوینز، آلبومی بسیار قوی در سبک الکتروپاپ. تیتر و تم ترانه ها الهام گرفته شده از یکی از آثار دانته، شاعر معروف به قرن 13 ایتالیا، درباره عشق او برای زنی به نام بیاتریس و رنج عاطفی از دست دادن او. Coat of Arms از Wishbone Ash شماره 9 تازه وارد. سومین آلبوم گروه راک ویشبون اش از کهنه‌کارهای بریتانیا. در دهه 70 میلادی 6 آلبوم برجسته داشتن. گروهی که 2 تا لید گیتار داره و گیتاریست‌هاشون در اون دهه اندی پاول و تد ترنر از تاثیرگذارترین گیتاریست‌های راک به حساب میان، در کنار جف بک و جیمی پیج گروه یاردبرد. پارسال بزرگداشت 50 ساله گروه بود. در آلبوم جدیدشون اشاره های زیادی به سبکای کارهای گذشتهشون داره. خب قبلی 10 تویا. آلبوم دیسکو ولادور از اوریلز شماره 4 تازه وارد. اوریلز
گروه ایندی پاپ بریتانیایی با دومین آلبومشون به دنبال گروه های محبوبشون ستریو لب و بتا بند سبک های دیسکو، سمبا، بانک، بوگی رو روان روان مثل آب خوردن با هم مخلوط کردن. خب قبلی ها 8 پورکیپاین تری، 7 جین پیتنی، 6 لو گیونز، 5 چارلی لندبارو. آلبوم Suddenly از Caribou شماره 3 تازه باره. Baby I'm home, I'm home, I'm home. Baby I'm home, I'm home. It all seems so easy. She did it on her own. There's so much she can teach me. She's going home. در اینجا به ناچار مجبوریم که از این برنامه قشنگ شیداست به کاویانی جدا بشیم. در پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی تا لحظه دیگر ساعت دوم آغاز میشه با تازه ترین خبرهای جهان که به دنبال آن مطالب ساعت اول تکرار میشه. سپاس از همراهی تک تک شما.